حکمای طب سنتی ایران بر اساس 4 مزاج اصلی، سردی، گرمی، تری و خشکی، هر فصل سال را دارای مزاج خاص خود می دانند و بر این اساس تدابیر ویژه آن فصل را توصیه می کنند. شما رژیم غذاییتون در فصل بهار با زمستون تفاوتی داره یا تفاوتی نمی کنه؟ بله، هم تفاوت داره. چون من آلرژی دارم، مقدار تغییر میدم، مراعات میکنم. من به خاطر اینکه مشکل معده دارم، مجبورم رعایت کنم. بهاری چیزایی باید بخورم که به معدم سازگار باشه. بهار مزاجش گرموتره و زمستون مزاجش سرده. در طول زمستون مزاج سرد زمستون باعث میشه مواد و اخلاط تو بدنمون متراکم بشن، سفت بشن. تو فصل بهار به خاطر گرمای هوا شروع به حرکت میکنن و اینها باعث میشه که آلرژی ها عود کنن. تو فصل بهار جوش صورت، کهیر، اینا تو فصل بهار خیلی بیشتر بشه. در فصل زمستان بر اثر زیاد غذا خوردن و تحرک کم که برای بسیاری از افراد رخ می‌دهد، سمومی در بدن جمع می‌شود که به تجمع بلغم موسوم است و حکمای طب سنتی برای رفع عوارض سموم جمع شده در بدن تدابیر بهاری را توصیه می‌کردند. یکی از چیزایی که در همه مزاج‌ها میشه توصیه کرد برای گرفتن داشتن لینت مزاج خوب، مخصوصاً چون فصل بهار میگیم بایستی حتما خروجیمون راحت‌تر باشه، یکیش خاکشیره. دو قاشق غذاخوری خاکشیر رو بریزن توی لیوان آب جوش، یه حبه قند بندازن توش، در حالی که یه تهمزه اندک شیرینی، یه تهمزه شیرین بگیره، صبح به صبح ناشتا بخورن. شیر رو میگیری، میجوشونی، وقتی به جوش اومد مقداری سرکه یا لیمو ترش داخلش میزنی که این ببنده، ببره. وقتی بریده شد میذاری یه مقدار خنک میشه، در یک کیسه پارچه‌ای آبگیری میشه. آبی که ازش جدا میشه بهش میگن آب پنیر یا ماالجوب یا وی پروتئین، که این رو صبح ناشتا خورده میشه. حکمای طب سنتی در فصل بهار نوعی از پاکسازی های خفیف را نیز توصیه می کردن. برای همون روزداری طبی می گفتن که افراد یک وعده غذاشون رو جایگزین میکنن با خوردن کاهو و سکنجبین، که این فرصت بده به بدن برای اینکه مواد زائد رو استفاده بکنه، اونایش که قابل استفاده است، اگر نه دفع بکنه. توصیه ما اگر اونایی که ممنوعیتی ندارن برای خون کم کنن، برن انتقال خون بدن، بسیار کار خوبیه تو این فصل و ارزشمنده. توجه به آب و هوا، خوردنی ها و آشامیدنی ها، خواب و بیداری، حرکت و سکون و پاکسازی بدن اصول ششگانه حکمای طب سنتی برای تندرستی و زندگی سالم است.